هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب ماندگی با عرض درود و سلام و احترام خدمت یکایک بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم. در روز پنجشنبه 19 بهمن ماه در خدمت شما با جلسه یا برنامه ششم از مبحث کلی پیرامون انقلاب ها در خدمت شما خواهیم بود، با ادامه آنچه که آقای دکتر داریوش همایون برای ما از تحلیل شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رژیم گذشته به یادگار گذاشت. هدف از بازخوانی این است که تطبیق بدیم آنچه که نظریه پردازان یا تئوریسین‌ها پیرامون انحطاط دولت‌ها به کار بردند و بعدها اندیشمندان انقلابی که سعی کردند مسائل جامعه رو مورد مطالعه قرار بدن و با توجه به وضعیت انقلابی جوامع علل اون رو واکاوی بکنن، ببینیم تا چه اندازه با توجه به این که اشاره کردیم نظریه ها یا تئوری ها منطبق با مشاهدات و مطالعات هستند، یعنی نظریه های علمی هستند، آیا میتونیم رگه های از اون رو هم در آنچه در سال 57 رخ داد ببینیم یا نه. بنابراین بحث رو ادامه میدیم. اگر امروز پیرامون دیدگاه آقای دکتر داریوش همایون بحث ما به اتمام رسید، وارد اندیشه 3-4 نفر از شخصیت های فیلسوفان در واقع سیاسی انگلستان خواهیم شد، کسانی مثل برکلی، مثل توماس هابز، سر رابرت فیلمر و سرآمد اونها آقای جان لاک، و نگاه خواهیم کرد دیدگاه اونها رو در مورد مسائل مربوط به انقلاب ها. خب ادامه بدیم بحثمون رو از کتاب دیروز و فردای آقای دکتر داریوش همایون که سعی میکنه به ما کمک بکنه در فهم بهتر آنچه که پیشتر در مورد انحطاط دولت ها از زبان ابن خلدون و همینطور نیکولو ماکیاولی خواندیم. خب ایشون این گونه اشاره میکنه به مسئله: به هر طرحی تا آنجا اعتنا میشد که به کار بهره برداری سیاسی و تبلیغاتی بیاید و وارد قلب مسئله نشود. پیکار با گرانفروشی نمونه خوبی است. هنگامی که وزیر بازرگانی وقت خواست مبارزه را از مرحله نمایشی آن درآورد و به اصطلاح نظام توزیع و کوتاه کردن دست دلالان و واسطه های بانفوذ همت گمارد، او را برکنار کردند و دلالان سیاسی چنان درسی به او و همکارانش دادند که دیگر کسی به حریمشان تجاوز نکند. من در نوبت پیشینم عرض کردم آقای مانکر اولسون و برخی دیگر از نظریه پردازان انقلاب ها در بعد اقتصادی معتقدند که رژیم های در حال توسعه خب سعی میکنن برنامه های اقتصادی خودشون رو مدرن کنن و از نیروهای خاصی هم استفاده میکنن که جدید هستن، سعی میکنن اون نظام های اقتصادی مدرن رو به خدمت بگیرن، از سیستم های بانکی مثلا استفاده می کنند، مراوداتشون در سطح جهانی است و این در تقابل قرار می گیره با نیروهای سنتی اقتصادی، یعنی اونهایی که کار تولیدشون، کار توزیعشون، کار ارائه خدماتشون با همون نگاه های سنتی است و در نتیجه این رقابتی که بین نیروها و ظرفیت‌های جدید با اون چیزی که در گذشته بوده رخ میده، آقای مانکر اولسون معتقد اینا با هم نمیتونن رقابت بکنن چون نیروهای جدید توانایی بهتری رو کسب میکنن، دولت هم از اونها حمایت میکنه، اونها از سیستم‌های بانکی بهره میبرن، یک پلی میزنن در مورد مسائل بین المللی، مثلا در مورد گمرک گرفته، قرارداد با شرکت‌های بین المللی گرفته، ایجاد نمایندگی ها، و در نتیجه این توان بیشتری دارن. مشکل در جاییه که اون نیروهای سنتی تبدیل میشن به نیروهای بازنده، یعنی اونها تا دیروز احساس میکردن که
خب سرمایه‌ای دارن، دارن از قبلش در میارن، احترامی دارن، اما الان یک نیروهای جوان اقتصادی اومدن، اقتصاد رو در دستشون گرفتن، رسانه ها، تبلیغات باعث میشه که دیگه کسی کالاهای سنتی رو نخره، بلکه بره به سراغ کالاهای مدرن. شما مثلا در صنعت نساجی، خب آنچه که در ایران تولید میشد شاید حتی کیفیت خوبی هم داشت، اما تبلیغات به نحوی است که شما رو به سمت کالاهای وارداتی جذب میکنه. و اون کالاها هم خب ارزانتر هستن به نسبت، به خاطر تولید انبوه، استفاده از نیروهای کار خاص، و در نتیجه رقابت رو از دست سنتی ها بیرون میاره. در اینجا نیروهای بازار یا اقتصاد سنتی شکست میخورن و سعی میکنن بر علیه مناسبات اقتصادی جدید حرکت کنن. همین دلیلی که ما وقتی خوب نگاه بکنیم، با اینکه پیوند میان بازار و روحانیت از گذشته وجود داشت، اما در این دوره خیلی شدیدتر میشه. چرا؟ چون نیروهای سنتی بازار رقابت رو باختن، پایگاه خودشون رو از دست دادن، در یک بیقراری و تزلزل قرار میگیرن و سعی میکنن به نیروهای سنتی کمک کننده خودشون بپیوندن، یعنی روحانیت. یعنی اگر ما بخوام فهم کنیم چرا بازاریان در کنار روحانیت ایستاد، برای اینه که اونها احساس کردن که نه، ما رقابت رو باختیم و باید این مناسبات اقتصادی رو به هم بزنیم. به همین دلیله که گاهی شعارهای پوپولیستی روحانیت در مورد اسراف، تبذیر، تبعیض کاملا به چشم میاد و اینها برای خوشنودی بازاره که سعی بکنن اونها رو هم به طرف خودشون جلب کنن. من در اینجا یه نکته پرانتزی باز کنم چون خیلی مسئله مهمی است. خب ما همیشه راجع به روحانیت صحبت میکنیم، در مورد نیروهای جدید صحبت میکنیم. در جامعه شناسی سیاسی ما کارمون مطالعه نیروهای اجتماعی است که بر روی سیاست، دولت و ساختارها اثر میذارن. یعنی در علوم سیاسی ما نگاه میکنیم دولت چیست، قدرتش چیست و چه تأثیری بر جامعه داره، یعنی نگاهی از بالا به پایین. اما در جامعه شناسی سیاسی یکی از مهمترین مباحث شناخت گروه های قدرته. یعنی اگر ما میخوایم فهم کنیم که در انقلاب 57 این گروه ها چگونه قدرت گرفتن، باید اون گروه ها و هسته ها رو بشناسیم، و اگر نتونیم اینها رو به درستی بشناسیم از توانشون مطلع نیستیم، از استعداد و ظرفیتشون مطلع نیستیم. یکی از اونها روحانیت. این رو هم عرض کنم، در درون هر جامعه ای بسته به سوابق تاریخی، سنتی، فرهنگی، عقیدتی، همیشه گروه هایی هستن دارای قدرت هن. این قدرت گاهی در مناسبات اجتماعی سیاسی تضعیف میشه و گاهی خودشو بازتولید میکنه، اما از بین نمیرن. روحانیت یکی از گروه‌هایی بود که در درون جامعه ایران وجود داشت، در زمانی دارای قدرت شد، در زمانی قدرتش به افول گرایید و دوباره خودشو بازتولید کرد. در واقع در زمان انقلاب مشکلات اجتماعی جامعه سبب فعال شدن این هسته ها میشه، مثل زلزله. یعنی یک لرزش زمین در یک منطقه ای ممکنه اون گسل ها رو در منطقه دیگری فعال بود. ما در مسائل اجتماعی هم همین پدیده رو داریم. روحانیت یک طیفی یا طبقه ای بود که با جامعه ایرانی در هم تنیده بود، از ایران پیش از اسلام بگیرید که موبدان نقش اجتماعی داشتن، نقش سیاسی داشتن و در زمان ساسانیان یک پیوند عمیقی با نهاد پادشاهی داشتن. با آمدن اسلام هم داستان تغییر نکرد، یعنی یک طبقه جدیدی از عقاید و
متولیان اون ایجاد شدن. زرتشتی نبودن، اما اسلام اساسا یک اندیشه سیاسی بود، اساسا یک اندیشه اجتماعی است. تعالیمش برای سیاست، برای تربیت، برای اجرای در درون جامعه است. در نتیجه خلفا هیچگاه جدای از فقه نبودن، جدای از تعالیم و شریعت نبودن، جدای از مناسک نبودن. به همین دلیل روحانیت هم در درون این جامعه شکل میگیره. فقهای برجسته، متکلمان نمونه، مفسران بزرگ، شما در درون این طیف میبینید. در زمان صفویه ایران مواجه میشه با یک پدیده ای و آن هم به رسمیت شناخته شدن مذهب شیعه، چیزی که در ایران در اقلیت بود. با آمدن شاه اسماعیل نیازمند این بود که در کنار امر سیاسی دست به تولید یک عقیده یا مشروعیت پیرو به مذهب بزنه تا بتونه هم خودش رو از سنیان عثمانی جدا بکنه و هم یک وحدت و یک پارچگی به ایران بده، منتها در قالب و لوای یک مذهب. زمانی که ما داریم در مورد دوران رژیم گذشته صحبت میکنیم باید یادمون باشه شیعه از زمان صفویه که خودشون نزدیک به 200 و اندی سال، حدوداً 220 سال سلطنت کردن، در ایران شکل گرفت، تثبیت شد، در هم تنیده شد، چه احکامش، چه مناسکش، چه شعائرش، و در نتیجه دیگه قوام داشت. به این سادگی نمیشد شما شیعه رو کنار بذارید. عقیده‌ای که به مرور زمان در درون اون جامعه تثبیت شده. در زمان صفویه و بعد از اون البته قاجار، خب در این بین ما داشتیم افشاریان و زندیان، اما دوره اونا خیلی کوتاه. شاهان قاجار برای مشروعیت همانند شاهان صفوی باز به دنبال روحانیت رفتن، یعنی حداقل سعی کردن اونها رو در کنار خودشون قرار بدن که از در مخالفت بیرون نیان، چون طبیعی بود که قاجارها هم دارای مشروعیت دینی نبودن، یعنی از اون اهل بیت و اولیاء علی و اینها نبودن. بنابراین طبیعی بود که روحانیت باید مجوز میداد یا به نوعی در کنار اونها قرار میگرفت که مردم نگاه بکنن که خب بله یک پادشاهی وجود داره و روحانیت هم داره ازش حمایت میکنه، بنابراین داره مشروعیته. به همین دلیل در زمان فتحعلی شاه و بعد از اون علل خصوص سعی شد که یک نزدیکی با روحانیت برقرار بشه و افراد مختلفی یا با دربار پیوند پیدا کردن یا از اونها به هر حال حمایت کرد. در کنار این روحانیت، اینا عوامل قدرت گرفتن روحانیتی که من دارم عرض میکنم، یعنی جایی که مناسک تثبیت شده، در سنت مردم نشسته، و بعد شما نگاه میکنید که خود نهاد دولت یا هیئت حاکمه هم روحانیت رو برمیکشه، به اونها ارزش میده، چون اونها دارن بهش مشروعیت میدن. یک زیست متقابلی همیشه میان شاهان و روحانیون وجود داشت، در اروپا هم وجود داشت تا اینکه بعدن جدا شدن. دیگر این که روحانیت همیشه با این که با دربار هم پیوند خورد، اما همیشه به او متکی نبود، گاهی هم یک حد فاصلی رو بین مردم و دربار پر می کرد، یعنی گاهی امین مردم هم بود، پیام رسان مردم هم بود، یعنی افرادی که احساس می کردن از ظلم شاهزادگان، شاهان و امرا ممکنه خطری برای اونها باشه به روحانیت تن می دادن. روحانیت هم از اونها حمایت می کرد. بارها این پدیده‌های بست نشینی و شفاعت و چیزهای دیگر رو شما دیدید که در اسناد دوران چه صفویه بگیرید چه دوران قاجار وجود داره، که شاهان ایران سعی کردن حالا بنابر اون توصیه یکی از این مراجع یا فقها یا علما از مجازات افراد دست بکشن. ما همین رو در دوران رژیم پهلوی هم داشتیم، قاتلان احمد کسروی ها و دیگران با توصیه این شیخ و آن شیخ بعضا دیدید آزاد شده یا نسبت به مجازات هاشون تخفیف قائل شدن. بنابراین این نقش همیشه وجود داشت بین روحانیت و مردم
که به عنوان حد فاصل میان دربار عمل میکرد. در زمان قاجار یه عامل مهمتری هم ایجاد شد و آن پیروزی علمای اصولی بر علمای اخباری بود. من نمیخوام حالا وارد این دو نهله بشم و بگم داستان چیست، اما در زمان محمد باقر بهبهانی، معروف وحید بهبهانی، دیگه اصولیون توانستن اخباریون رو کنار بذارن. اما چه تأثیری داشت؟ اصولیون کسانی بودند که معتقد بودند که احکام شریعت رو میتوان از طریق عقل استخراج کرد، استنباط کرد و در واقع باب اجتهاد رو اونها بسیار قوی میدیدن. یعنی مشکلات مردم رو، سوالات مردم رو ما میتوانیم با استفاده از عقل خودمان، که این عقل، عقل جدای از دین نیست، یعنی جز مستقلات عقلی نیست، جز عقل تابعه، یعنی از طریق قرآن و سنت و اجماع ما میتونیم اینا رو در بیاریم، اینو پاسخ بدیم به مردم. در مورد احکام تکلیفیشون ما به اینا پاسخ بدیم که این حرامه یا حلاله یا مکروهه یا مستحب، به هر چیزی که هست ما به اونو جواب بدیم. در درون این تفکر چند نتیجه بیرون آمد که بسیار اهمیت داره. یک نتیجه این شد که مردم مجاب شدن که یک مرجع تقلید برای خودشون انتخاب کنن، یعنی یک رهبر مذهبی معنوی که بتونه برای اونها احکام زندگی رو تبیین کنه. شما رساله های عملیه هرچند از زمان صفویه کم و بیش از شیخ بهایی ها و دیگران آغاز شد، اما به شکل جدیش از زمان قاجار شما میتونید ببینید که اینها وارد شدن، رساله های عملیه نوشتن. در ابتدا خیلی خلاصه بود، آرام آرام دیگه میبینید مراجع تقلید چندین جلد رساله دارن، در مورد جزئی ترین امور نظر میدن و این باعث سلطه فکری بر مردم میشد و مردم هم فکر میکردن که اگر ما اینها رو انجام ندیم، از همان شب اول بعد از مرگمون اون نکیر و منکر میان در قبر و اون داستانهای وحشتناک. بنابراین تمام ذهن و فکر و عمل و مسائل مختلفشون تا حدود بسیار زیادی تحت اختیار روحانیت قرار گرفت. اون موقع هم دانشگاه و این مسائل وجود نداشت که مردم در برخی جنبه ها روشن بشن و به دنبال اینا نرن. حتی شما شاهان قاجار گاهی در مورد تصمیمات خیلی مهم یه مکتوبی میخواستن از این آخوندها، آیا علامه فلانی شما یک نوشته‌ای به من بده که این تصمیم من درسته و من زمانی که میمیرم این رو در کفن خودم قرار بدم، وقتی به پیشگاه حضرت حق حاضر شدم بگم بفرمایید آقا من عقلم ناقص بود، اگر فرمان جنگ دادم، اگر این آقا رو بخشیدم، اگر جای رو آباد کردم، این به فرمان مثلا حاج ملا علی کنی است، به فرمان آقای شفتی است، به فرمان آقای میرزای شیرازی است و در واقع مسئولیت من در پیشگاه الهی به عهده شماها باشه. یعنی دقت بفرمایید چند اندازه روحانیت سلطه داشته. به امروز نگاه نکنید که روحانیت اون وجاهت خودش رو از دست داده. این حاصل یک فرایند روشنگری در حدود 150 ساله. در گذشته بسیاری از افراد فقط منتظر بودن حضرت آقایی یه لبی تر بکنه، یه سخنی رو بگه، براش آدم میکشتن، قیام را مینداختن، جنبش را مینداختن. حتی نخبگان جامعه هم در همون دام بودن. بنابراین اصولیون سعی کردن با ایجاد بحث اجتهاد به نوعی بر اذهان مردم حکومت بکنن. وقتی من نگاه میکردم که یک سوالی برام پیش اومده و میتونه آخرت من رو تحت تأثیر قرار بده، خب سوالمو مطرح میکردم از فلان مرجع تقلید و ایشون هم پاسخ میداد. پاسخ ایشون از نظر ذهنی برای من نجات دهنده بود در پیشگاه عدل الهی. بس طبیعیه او بر همه چیز من میتونست حاکم باشه. این یه نکته.
نکته دوم که بسیار هم پر اهمیته بحث استقلال مالی روحانیت بود از دستگاه قدرت. شما در میان اهل سنت روحانیون کارمندان دولت هم. همین دلیل استقلال مالی ندارن. بنابراین هرچه دولت بگه تابع اون هستند و باید طبق اون عمل بکنن. اما روحانیت در جهان تشیع یه استقلال مالی داره، یعنی تونسته برای خودش گرفتن خمس مکاسب، یعنی یک پنجم کسب و کار، سود کسب و کارتون رو مدلل بکنه، موجه بکنه. کاری نداریم که مغالطه آمیز و شیادانه است، اما از نظر یک مؤمن اون موجهه که من این پول یک پنجم سود سالانه خودم رو بدم به حاج آقا فلانی که او بنابر هر چیزی که دوست داره خرج بکنه، مصلحتش هست و خودش بلده خرج بکنه. خب روحانیت یه استقلال مالی پیدا کرد دیگه، دولت نمیتونست بهش بگه اینو بگو اونو نگو، چون دستش تو جیب خودش بود و از مردم این پول رو میگرفت. اوقاف و نزورات و مسائلی از این دست هم اضافه شده بود. دیدید دیگه پول نماز و روزه و هر چیزی هم که بود موجهش کردن برای مردم که اگر پدرت نماز نخوانده پسر اول بیاد پول اون نمازها و روزه های قضا شده رو به ما بده، ما براش این کارو بکنیم. یعنی پسر بزرگتر موظف جور پدر رو بکشه، اون پولو بده. حالا همین یه بخشش مخالف قرآنه ها، یعنی آیه ولا تزر و وازرتون وزر اخرا که بار گناه کسی به گردن کسی دیگری نیست. روحانیت برخلاف آیه قرآن شیادانه آمده برای مردم موجه کرده که پول نماز روزه بابا تو باید بدی به من، یعنی گویی بار گناه پدر که نماز نخوانده به عهده پسر بزرگ او بابا زفت بده. کسی هم خب سوال نمی کنه. برحال روحانیت از این عدم اطلاع استفاده کرده، دکان خودش رو راه انداخته و استقلال مالی او سبب شده که حتی در امر سیاسی هم وارد بشه. پس پیروزی اصولیون سبب شد که روحانیت قدرت بیشتری پیدا بکنه. به همین دلیلی که شما مثلا فتواهای تحریم تنباکو و مسائلی از این دست برای اینه که مردم احساس میکنن که در یه امر سیاسی اگر میرزای شیرازی یا اون نمایندهشون میرزای آشتیانی در تهران یا جاهای دیگه فتوا دادن ما باید عمل بکنیم. حتی به قدری نفوذ داشتن که در درون دربار ناصرالدین شاه هم شما دیدید زنان او و گروه های دیگر هم دست به یک نافرمانی نسبت به امر حکومتی زدن. یعنی میخوام میزان نفوذ رو عرض کنم. در کنار این عوامل که قدرت بخش روحانیته، مسائلی در درون جامعه رخ داد که درخواست چه دربار، چه نخبگان و چه مردم از همین نهاد روحانیت سبب شد که اونها بیشتر وارد مسائل اجتماعی بشن. یک نمونهشو که عرض کردیم در مورد تنباکو بود، جایی که حکومت تصمیم میگیره با یک شرکت دیگری، با یک شخص دیگری قرارداد ببنده، اما تولید کنندگان و تجار تنباکو ناراحتن، متضررن، دست به دامن روحانیت میشن و روحانیت هم اون فتوا رو صادر میکنه. بر اساس مطالبه مردم روحانیت وارد امر سیاسی میشه. اما گاهی خود رژیم یا هیئت حاکمه هم احساس کرد که ما باید از روحانیت کمک بگیریم، که در جنگ ایران و روسیه این مسئله رخ داد، جایی که عباس میرزا و قائم مقام احساس کردن که اگر فتوای جهاد بر علیه کافران داده بشه ما باید نیروهای بیشتری مواجه میشیم به عنوان یاران، مردم بیشتر استقبال میکنن، چون جنگ دیگه جنگ ایران و روس نیست، جنگ اسلام و کفره. و در نتیجه بریم باز روحانیون تقاضا بکنیم که این جنگ رو تایید بکنن، بگن این جنگیست در راستای خواست امام زمان و دیدیم همین گونه هم شد. اما نتیجه فاجعه باری داشت.
اینها باعث شد که روحانیت خودش رو وارد کنه در جریان، احساس کنه که هم دربار به اونها نیاز داره، هم مردم به اونها نیاز دارن. در جریان مشروطه هم نخبگان روحانیت رو به بازی گرفت، یعنی جایی که مراجع سگانه نجف و افراد دیگری در تهران مثل طباطبایی و بهبهانی در برابر شیخ فضل‌الله و دارادستش قرار گرفتن. این بخش مشروطه خواه، اون بخش مشروع خواه. نخبگان احساس کردن که خب نیازی که ما روحانیت رو هم به بازی بگیریم. در نهایت همه این فرایندها کمک میکنه که این هسته اجتماعی، این طبقه اجتماعی در درون یک جامعه قدرت بگیره. اما به همین جا هم ختم نمیشه. روحانیت از زمانی که در درون ایران پایگاه ایجاد کرد، خب ما گفتیم مراکز شیعی وجود داشتن در قم، در کاشان، در ری، در نیشابور، پراکنده بودن. اما در زمان صفویه آرام آرام شما میبینید که چه پایگاه هایی که از قبل وجود داشت مثل نجف و چه پایگاه های جدید که ایجاد شدن در اصفهان، در قم، در مشهد، تبدیل شدن به مراکز علمی. یعنی حالا دیگه ما فقط 4 مرجع تقلید نداریم که از جبل عامل آورده باشیم، بلکه خودمون این بچه های ایران رو تربیتشون میکنیم به عنوان ملا، به عنوان آخوند، و بعد اینها رو میفرستیم در بین مردم به عنوان مبلغ. دولت هم که کمک میکنه، این دولت صفویه کمک کرد، دولت قاجار کمک میکرد، رژیم پهلوی کمک میکرد، و دیگه جمهوری اسلامی هم که دیگه داستانش روشنه. خب اینها دست به آموزش آخوند زدن. شما در عکس هایی که در گذشته هست اگر نگاه بکنی، در زمان قاجار میبینید بسیاری از افراد، خب اون زمان نه شغلی وجود داشت به این معنا، نه دانشگاهی وجود داشت، یگانه مرکزی که برای احترام پیدا میکردن مدارس مذهبی بود، حوزه علمیه بود. شما الان امروز بخوای احترام کسب کنی میری دانشگاه که افراد بگن آقا این آقا دکتره، مهندسه، لیسانسیه است، فوق لیسانسه، احترامی داره علم و دانش. در اون زمان که دانشگاه ها به این معنا وجود نداشت، هر جوانی که استعدادی هم داشت وارد درس های مربوط به مسائل مذهبی میشد. میرزا فتحعلی آخوندزاده ولی در زندگیش نگاه میکنید، خب یک دایی داشت، شخصی که آخوند بود و اینا، خواست او رو بفرسته که بره طلبگی یاد بگیر. خیلی از این افراد اینطوری بودن، احمد کسروی ها و آخوندزاده ها و خیلی های افرادی که البته او از آن معلم که بهش گفت آقا آخوندی شغل ریاکاریست، تزویر، درویست، زده شد و آمد بیرون. بنابراین یگانه راه اینه. و سوابقی هم که شما نگاه بکنید از خیلی از شخصیت های برجسته گذشته، یه سابقه روحانیتی دارن. این به این معنی نیست که علاقمند بودن به اون مسئله، نه، به دلیل اینکه تنها راه کسب علم و دانش همین چیزا بود. در نتیجه به کمک دولت و همینطور علایق مردم، شما میبینید که مراکز اسلامی خیلی گسترده میشه. همین مراکزی که گسترده میشه به قدرت روحانیت خیلی کمک میده. در کنار همین مسئله شبکه سازی هم رخ میده. اینا همه در انقلاب تأثیر گذاره. یعنی مسجد فلان منطقه با مسجد جامعه شهر در ارتباط، اون مسجد جامعه با حوزه علمیه منطقه خودش در ارتباط، و یک شبکه‌ای گسترده از روحانیت داره شکل میگیره. این همون شبکه‌ای است که بعدها در سال 57 به کمک روحانیت آمد. شبکه سازی کردن یه امر ساده‌ای نیست، اون هم با اون وسائل اولیه ارتباط جمعی. حالا امروز این همه بحث تکنولوژی خیلی گسترده است، ولی در اون زمان نه وجود نداشت. شبکه روحانیت از طریق منبر، مساجد، زمانها، مثلا محرم و سفر، 2 مردم درگیر مسائل مذهبی هستند. ایام شهادت این امام، تولد آن امام، همین ها کمک میکنه که مردم بنا به دلایلی مراجعه کنن به مسجد، به منبر. شما 1 رمضان رو در نظر بگیرید،
خب مردم به مسجد میرن، اونجا سخنرانی هاست. اگر به قبل از انقلاب 57 نگاه بکنید میبینید بسیاری از سخنرانی ها در همون زمان های انجام میشده که بیشترین تجمع مردم در منبرها، مساجد و گروه های دیگر، حتی اون شریعتی هم در حسینیه ارشادها و اینا برنامه اجرا میکردن، چون مردم در میدان یا در خیابان جمع نمیشن، همون در تکایا و مساجد و مراکز حوزوی خیلی افراد وجود داره، از زن و مرد گرفته. خب این شبکه سازی ها از گذشته بود، حالا که روحانیت قدرت رو هم گرفت سعی کرد اون شبکه ها رو ایجاد بکنه، از دل اون مدارس و حوزه ها هم خب آخوند معلم تربیت کرده بود، مبلغ تربیت کرده بود، دایی تربیت کرده بود، اینا رو میفرستاد جای دیگه دعوت کنن تبلیغ بکنن و کارهای دیگه. عامل دیگری که باز رو روحانیت قدرت داد، استفاده از روحانیت توسط دو دولت روسیه و انگلستانه. یعنی این کشورها هم متوجه میشن که در درون جامعه چه هسته های قدرتی وجود داره که شما میتونید از اونها استفاده بکنی برای سیاست های خودتون. انگلستان و روسیه که نمیان روی گروه هایی که در جامعه نفوذ ندارن سرمایه گذاری بکنن، چون به کارشون نمیان. اونا میخوان کسانی رو در خدمت داشته باشن که اگر سیاستی رو میخوان اعمال کنن، یا این افراد ازشون طرفداری بکنن، دفاع بکنن، یا حداقل مانع ایجاد نکنن. فتوایی در جهت تحریم مثلا معامله با روسیه ندن، با انگلستان ندن. همین دلیلی که انگلستان سعی میکنه در بین مراجع تقلید نفوذ پیدا کنه، که اون داستان موقوفه عود در هندوستان یکی از اونهاست. و شما این نزاع ها رو در زمان مشروطه میتونید ببینید. روسیه ای که میخواد از شیخ فضل الله حمایت بکنه، به او امان نامه بده، و این طرف هم روحانیونی که از انگلستان حمایت میشن، یعنی مشروط خواهانی که انگلستان سعی میکنه از اونها دفاع بکنه. و این روحانیت و پایگاهش بعدها هم به کار انقلابیون سال 57 آمد، و دولت‌های غربی هم بعد ندیدن که خب ما در درون این جامعه دیگه نیروی دیگه ای نداریم، پس میشه رو روحانیت حساب باز کرد، و رفتن به طرف اونها، جذبشون کردن و گروه های دیگر رو ساختن تا بتونن به اون فضای فکری سیاسی خودشون مجال عمل. مورد دیگری که باز برای روحانیت اهمیت داشت و اون رو تبدیل کرد به یک هسته قدرتی که دورخیز کرد برای امر سیاسی، ساخت گفتمان حکومتی است. ما میدونیم شیعه معتقده که در زمان غیبت معصوم هر حکومتی حکومت قاسبه، هر پرچمی که برافراشته بشه پرچم طاغوته، و اساسا حکومت حق لبیتی است که خدا اونها رو معرفی کرده، رسول ابلاغ کرده و از اولاد علی هست. خب این نگاه غالب، حتی زمانی هم که آل بویه قدرت گرفت، بغداد رو فتح کرد، هیچ کدام از علمای طراز اول و بزرگ شیعه نیامدن حکومت رو به دست بگیرن، در حالی که همه چیز آماده بود برای اونها. در این میان خب روحانیونی بودن که در زمان صفویه به بعد خودشون رو به قدرت وصل کرد و معتقد بودن که بله، ما به دلیل اینکه دارای اندیشه های دینی هستیم و در واقع به نوعی صاحب قلم هستیم، در کنار صاحبان شمشیر یعنی پادشاهان میتونیم به این حکومت کمک بکنیم. برخی از اونها حتی حق خودشون رو از پادشاهان هم بیشتر میدونستن، اما معتقد بودن که ما مرد این کار نیستیم، با اینکه حقمون بیشتر از پادشاهانه، اما در کنار اونها میمونیم
به حکومت اونها مشروعیت میدیم و اونها کار رو انجام بدن. به مرور زمان در دوران قاجار روحانیت به این فکر افتاد که نکنه فطرتی که بعد از برافتادن صفویه رخ داد باعث بشه که روحانیت در تنگناهای شدید قرار بگیره، چون بعد از صفویه و آمدن افغانها و بعد از اون خب اون نزاهای داخلی و آمدن نادرشاه اقبال به روحانیت کم شد. نادرشاه علاقه به روحانیون نداشت، اونها رو در تنگنا قرار داده بود، همون روحانیتی که در قدرت داشت از سفره سیاست و حاکمان نفع می برد. اما امروز در دوران افغانها و نادرشاه رفته گوشه، بسیارشون مهاجرت کردن به مناطق دیگر. خب این در ذهن اونها ماند که اگر ما روزی توانستیم از یک فطرت استفاده بکنیم و دوباره در کنار شاهان قرار بگیریم، این بار باید خودمون هم جایگاه محکمتری برای خودمون بسازیم. به همین دلیله که از ابتدای قاجاری افرادی مثل ملا احمد نراقی شروع میکنن به بحث پیرامون نظریه ولایت فقیه، یعنی فقهایی که این حق رو دارند که کار حکومت رو هم به دست بگیرن، در امر سیاسی به معنای یک مرجع هم حکم صادر کنن هم حکم اجرا کنن. او سعی میکنه چندین روایت در حدود 13-14 روایت رو در اوائل الایام بیاره و سعی کنه آرام آرام یه گفتمانی رو در درون جامعه شیعه اقامه کنه که گفتمان نادری است، اون حق فقها برای کسب حکومت. خب این موضوع ما از زمان کاشف الغطا گرفته، احمد نراقی ها گرفته و آمد جلو تا این که در زمان رژیم گذشته روح الله خمینی سعی میکنه در یه مجموعه سخنرانی هایی این مسئله ولایت فقیه رو مدلل کنه، موجه بکنه، یعنی گفتمان بسازه در برابر روحانیون دیگری که معتقد بودن که نخیر روحانیت نقشی برای حکومت نداره. این کار بسیار مهم میستا، یعنی مقاومت در برابر خمینی از همان درون طیف روحانیت شکل میگیره. کتابی هم که او مینویسه در مورد ولایت فقیه کتاب خیلی ساده است، یعنی مثلا بار مبنای فکری خیلی دقیقی نداره، از قصه ها و روایت ها و داستان ها و یه سری شعار ها استفاده میکنه، کتاب بسیار سطح پایین نیست، اما مخاطب خودشو داره، حتی از اون نوع اصول کارهای نگارشی و اینها بی بهره است، ولی سعی میکنه به مخاطبش بگه که ما میتوانیم حکومت رو به دست بگیریم و این حق ماست، و همون گونه که رسول الله یا علی ابن ابی طالب دارای شأن حکومتی هستند، ما آخوندها هم همون شأن رو داریم. و این گفتمان سیاسی بسیار اهمیت داره که شما میبینید روحانیت داره وارد فضایی میشه که اگر نیاز بود ما بتونیم این کار رو به دست بگیریم. چیز دیگری هم که به روحانیت کمک کرد ابزار مدرن بود، تکنولوژی ها بود، از تلگراف گرفته، رادیو گرفته، نوارهای کاست گرفته، یعنی علاوه بر اینکه اونها مسجد و منبر رو داشتن، از رادیو تلویزیون ملی هم استفاده میکردن، از تلگراف هم استفاده میکردن، از نوارها هم استفاده میکردن، با اینکه اینا مسائل مدرنن ها، اما روحانیت که با مدرنیته مشکل داره مدرنیزاسیون رو به خدمت میگیره. میخوام عرض کنم اگر هسته های قدرت اجتماعی خودشون رو از این ابزارها محروم کنن ضرر میکنن. روی صحبت هم با نخبگان جامعه هست، ما کلمه روشنفکر رو به کار نمیبرم چون ما واقعیتش روشنفکر نداریم، خیلی کم داریم، اما نخبگان رو جامعه رو میخوام عرض کنم، اینهایی که منقطع هستن از مردم جامعه، یعنی کتابای خوبی هم مینویسه، داره دانش هم هست، اما مردم صداش نمیشنون، کلمات رو برای مردم ساده سازی نمی کنه. چون همه که دوره افراد می نشینن صاحب
اون مقدمات بحث نیستن. گاهی هم بحث ها به قدری سنگینه که شما باید توان رو داشته باشین و ساده بکنید برای مردم که بفهمن. ما نداریم. یکی از مشکلات روشن فکران و نخبگان ما همینه. آنقدری که علی شریعتی بین دانشگاهیان نفوذ داشت، چهار تا نخبه درست حسابی نفوذ نداشتن. چرا؟ چون او سعی میکرد یک مفاهیم دم دستی اسلامی رو با مفاهیم مدرن تلفیق بکنه، هرچند خرابش میکرد اون مفاهیم رو. ما دیگران سعی نمیکردن با نفوذ در بین مردم علی شریعتی ها رو خونسا بکنن. که در یه سری محافل خاص می نشستن یه چند نفر اندیشمند، داستانش هم تمام می شود. حوصله سر و کله زدن با مردم رو نداشتن. اما روحانیت این کار رو کرد. در امر سیاسی گفتمان باید در درون توده ها شکل بگیره، چون اونا می خوان اجرا بکنن. این موضوع فقط مربوط به نخبگان هم نیست دوستان. هیئت حاکمه هم باید این کار رو بکنه. یعنی شما در مقام شاه مملکت اگر میخواید یک توسعه اقتصادی بدید، باید سعی کنید رو برای مردم توضیح بدید که چرا این کار خوبه، چرا باید این روش انجام بشه، چرا کسانی که مخالفت میکنند رفتارشون و ادلهشون کافی نیست، نادرسته. اینا باید توضیح بدید. ما نداشتیم اینها رو. یعنی یک فرمانی داده میشد تمام، اما از اون طرف روحانیت سعی میکرد هر چیزی رو به یک پدیده مذموم نسبت بده. ما در بحث گفتمانی مسائل داریم. یه گفتمان یا یه ایدئولوژی کارش همینه که نشان بده رژیمی که بر سر کاره یا ایدئولوژی که بر سر کاره مسبب بدبختی است. روحانیت ابزارش رو داشت، مساجد داشت، منبر داشت، رادیو تلویزیون هم که متاسفانه رژیم در اختیار اینا گذاشته بود، نیروی انسانی هم داشت، از هر ابزاری استفاده میکرد برای تحمیق مردم. اما جبهه مقابل نیرو نداشت. نخبگانی که تو چهار تا اتاق مینشستن صحبت میکردن تمام میشد میرن. غالب اینا هم اگه داستان خاطراتشون رو بخونی میگه من و فلانی و فلانی و فلانی نشسته بود تو اتاق و 4-5 روز با هم بودیم و یه بحث پیرامون مسئله سیاسی کردیم و تمام شد. خب عزیز من، اون که به درد نمیخوره. روشنفکر باید درگیر جامعه باشه. طرف 20 جلد کتاب نوشته اما هیچ اثری در درون جامعه نداشته، چون در بین مردم نبوده، چون این مفاهیم رو ساده سازی نکرده برای مردم. امروز هم همین مشکل رو ما داریم. ما روحانیت رو شما نگاه بکنید، از تمام اپلیکیشن ها استفاده میکنه. دیدید دیگه، حتی رفتن زبان های خارجی هم یاد گرفتن اینا. یه عبا و عمامه نو میذارن، زبان اسپانیایی یاد گرفتن، زبانهای انگلیسی یاد گرفتن. دارن مردم غرب رو هم تحمیق میکنن، اما ما حتی مردم خودمون رو نمیتونیم روشن کنیم. این مشکل ایناست دوستان. چرا روحانیت میترسه از روشن فکران و نخبگانی که بین مردم هن؟ به چه دلیل؟ به خاطر اینکه میتونه. قدرت جایی که مردم هن. و شما اگر مردم رو آگاه بکنید، یک نیروی انسانی اونا رو از اونا گرفتید. روحانیت کاری نداره دیگه. یک نفری کتابی بنویسه میگه خب مردم ما که کتاب نمیخونه. تازه یک کتاب هم مثلا میخواد 1000 نسخه چاپ بشه، 800-900 تاش میره داخل کتابخونه ها، یه 10-20 نفر هم بیرون میگیرن میخونن و تمام. ما اپلیکیشن ها رو برید ببندید، نذارید در دسترس مردم باشه، اما خودشون رو نگاه بکنید. در همه جا حضور دارن. هر کجایی رو که فیلتر کردن خودشون یه اکانتی اونجا دارن، چون میدونن قدرت در کجاست. آن نخبه یا اون رهبر انقلابی که هر یه ماه یه بار میاد یه مصاحبه تلویزیونی یک ساعت انجام میده و با خوش و بش تمام میشه، اون که رهبر نیست، اصلا گفتمان نداره، نمیتونه تولید کنه.
سال 57 خمینی 13 سال قبل از این داستان گفتمانش رو تولید کرد، شاگردانی داشت مثل اون بهشتی و مطهری ها و با هنرها و گروه های مختلف، اینا میرفتن در اون جامعه تبلیغاتشو میکردن، منتظری و دیگران. اون تو نجف بود، عواملش تو تهران و قم و مشهد و جای دیگه بوده. ما همچین آدمی داریم الان، رهبر سیاسی ما داریم که 4 تا نخبه پرورش داده باشه که شما برید در رسانه های مختلف، از اقتصاد بگی، از سیاست بگی، از امور تعلیم و تربیتی بگی، هیچی نداریم. 44 سال گذشته هیچ کار نکردم. ما همون خمینی روش شما نگاه بکنید، اینکه نتایجش فاجعه بار بود یه بحث دیگری است، اما یه روشی وجود داره برای اینکه شما بتونید مردم رو برای کسب قدرت به طرف خودت بیاری. اگه من سلیمانی ماهی یک بار حالا آقای شورتی دعوت کرد بیایم اینجا بشینیم یه کمی صحبت بکنیم از موی سفید و نمیدونم این داستان ها، اینا فایده ای نداره. نخبه ای که فقط کتاب می نویسه، کتاب میره داخل کتابخونه، اون ارزش نداره. حالا شما بگو من 20 کتاب نوشتم، چه فایده ای؟ اونا رو کسی نمیخونه مگر یه دانشگاهی. باید بیای تو مردم، با مردم صحبت کنید، اونها رو از چنگ و چنگال روحانیت بیرون بیارید. روحانیت به چه کسانی ضربه میزه؟ کسانی که تو بین مردم بود، از احمد کسروی ها بگیرید و بقیه، یا کسانی که با مردم صحبت میکنه. وگرنه از کسی که تو خونش نشسته و کارهای دانشگاهی میکنه اصلا روحانیت هیچ ترسی هم نداره. بنابراین ساخت گفتمان سیاسی و استفاده از تکنولوژی باعث شد که روحانیت فضای فکری جامعه رو در اختیار بگیره. این یک هسته اجتماعی بود در گذشته وجود داشت اما فعال نشده بود. در زمان رضا شاه به حداقل رسید قدرت روحانیت، مجبور شدن کنار بکشن، عقب برن، اما از بین نمیرن. هیچ گفتمانی از بین نمیره. پیشتر رو عرض کردم، شوروی کمونیستی میگه آقا ما مسئله ملی گرایی رو حل کردیم. در اندیشه های ما ملی گرایی معنی نداره، مذهب معنا نداره، هیچی معنا نداره. بنابراین بعد از 7-8 دهه حکومت دیگه خیالمون راحته، کسی دم از ملی گرایی نمیزن. اما دیدیم اینطوری نبود. بلا فاصله وقتی شوروی کمونیستی ضعیف شد، در اروپای شرقی شروع شد صدای ملی گرا، در منطقه قفقاز شروع شد ارمنی ها، گرجی ها، آذربایجانی ها، قزاق ها، در این طرف ترکمن ها، ازبک ها، اونا کی بودن؟ ما چون یه زوری وجود داره، این هسته های قدرت نشان داده نمیشن. مثل پدری که یه قدرت سرکوبگری داره نشسته، هیچ کدوم از بچه ها حرف نمیزن، تا پدره بلند میشه میره بیرون همه شروع میکنن بعد پدر رو گفتن. این به چه معنیست؟ به این معنیست که حرف وجود نداره؟ نه خیر، حرفا وجود داره، نق زدن ها وجود داره، غر زدن ها وجود داره، مخالفت ها وجود داره، اما چون پدره الان اینجا نشسته و قدرتمنده، اونا حرف نمیزنن. لحظه پدر ضعیف بشه یا نباشه، اونا شروع میکنن مطالبات خودش رو پیگیری کردن. خیلی از انقلاب ها اینطوریه. یعنی تا زمانی که رژیم قدرت داره، حالا این قدرت یا قدرت سرکوبه یا قدرت پاداشه، شما زمانی که بتونید پول هم بدید، کالا در اختیار مردم قرار بدید، کسی به مشروعیت شما کاری نداره. اما بلا فاصله در تحقق وعده هاتون دچار مشکل بشید، مردم تو سر صدا میکنن. لحظه قدرت سرکوب و زور و اقتدار شما کم بشه، گروه های مختلف ساز جدایی میزنن. پس روحانیت در درون جامعه ما وجود داشته، در جاهای قدرت گرفته، در جاهایی به خاطر قدرت برخی از پادشاهان مثل نادرشاه و رضاشاه عقب نشست، اما هیچ وقت از بین نمیره، منتظر فرصته. نه فقط روحانیت،
بقیه جریان ها هم همینه. چه شما جریان های قومی، ملی، زبانی، نژادی، هر چیزی در نظر بگید یا عقاید دینی دیگر، فرق نمی کنه. شما نمیتونید منکر اینها بشید. شما در جمهوری اسلامی نگاه بکنید، منکر تمام اختلافات، میگه نخیر ما اصلا چیزی نداریم، همه ما رو دوست دارن. به ظاهرم شما نگاه میکنید که سر و صدایی نیست. بله، چون فعلا زور وجود داره. زمانی که اون زور تضعیف بشه، سست بشه، هسته های قدرت به هم پیوند میخورن و اونها قدرت میگیرن. یکی از دلایلی که بقیه گروه های اجتماعی در اون آخرین ماه های سال 57 رفتن بر زیر عبای روحانیت به دلیل همون قدرتی بود که روحانیت داشت و دیگران نداشتن. روحانیت شبکه سازی داشت، گفتمان داشت، یک مقبولیت اجتماعی داشت، بودجه مالی داشت، استفاده از این همه نیروی انسانی داشت. اما بقیه که نداشتن. یه حزب چپ مثلا چقدر آدم داشتن؟ خیلی میشدن 400 نفر، 200 نفر، 300 نفر. اما روحانیت اینطوری نبود. وقتی به خیابان ها میای، وزن کشی روحانیت خیلی سنگین وزنه. بنابراین تو نمیتونی جلوش قد علم کنی. مجبوری بری زیر عباش، زیر سایش. میخوام فهم کنیم چرا همه رفتن زیر عبای روحانیت. برای همون مسئله است که بقیه اون قدرت رو ندارن اما روحانیت داره. خب ما اصلا امروز نرسیدیم به بحث آقای دکتر داره شما برسیم، ولی این نکته خیلی مهمه که ما فهم کنیم چگونه روحانیت هم زمینه های قدرت رو داشت و هم در زمان مقتضی سعی کرد از اون قدرت خودش استفاده بکنه به عنوان یک حلقه واسط و پلی که آقا من میتونم به تمایل همه شما پاسخ مثبت بدم، این مردم رو تحمیق بکنه و کشور ایران رو ببره به عصر حجر. بنابراین بسیار اهمیت داره. اینها رو حالا در آینده هم بحث خواهیم کرد. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز تا برنامه دیگری که بتونیم در خدمت شما باشیم برای تبیین بهتر وقایع انقلاب. پایدار و موفق باشید. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باورها بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی دارند.